به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم از استودیو ویژه تفسیر خبر در واشنگتن در ساعت پیشرو همراه شما عزیزان خواهیم بود و چون جمعه شبهای اخیر و گذشته و سالیان اخیر میپردازیم به مهمترین خبرها و رویدادها در عرصه داخلی ایران و منطقه و آنچه را که مربوط به ایران و مردم ایران در عرصه بین المللی می شود. چرا هنوز عاملان اسید پاشی در اصفهان شناسایی نشدند و چرا پرونده های فساد مالی در جمهوری اسلامی پرونده های چند میلیارد دلاری پیگیری لازم نمی شود؟ پرونده اتمی جمهوری اسلامی به کجا رسید؟ بسته می شود و یا همچنان باز خواهد بود و مذاکرات بی حاصل در این زمینه ادامه خواهد یافت با فشارهای بیشتر بر مردم ایران و سفره مردم ایران و دیدارهای منطقه‌ای جان کری وزیر خارجه آمریکا با مقامات فلسطینی و اسرائیل و اردن آیا راهی به سوی صلح دیده می شود در منطقه پرآشوب خاورمیانه؟ با من و شما هستند در استودیو آقای علیرضا نوریزاده در لندن و در واشنگتن آقای محسن سازگارا. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای نوریزاده سلام به شما. درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگارای نازنین و همه بینندگان برنامه تفسیر خبر در ایران فردا به ویژه در خانه پدری. همینطور خوش اومدید آقای سازگارا در واشنگتن. ممنونم آقای چالنگی، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوریزاده عزیز و همه بینندگان گرامی. آقای نوریزاده مسئله بسیار هست، اما مهمتر از همه من فکر میکنم مسئله جان انسان ایرانی، سفره مردم ایران هست، امنیت مردم ایران هست از جمله و به ویژه بانوان ایرانی. چرا اسید پاشان در ایران شناسایی نشدن؟ چرا پیگیری نمیشه؟ وزارن معترضین و اسید پاشی کم کم دارن بدهکار میشن به دستگاه فقیه، ولایت فقیه. علت چی هست؟ جناب چالنگی، 6 تا جوان 5 تا جوان روی پشت بام آهنگ میخونند که اون هپی رو و در یک حرکت جهانی با دیگر جوانان در چار سوی جهان از فلسطین گرفته تا عراق تا افغانستان تا سومالی تا آمریکا تا اروپا همراه بشن. شناساییشون در 6 ساعت میکنن. دستگاه امنیتی قدرتمند مقام معظم رهبری نایب امام زمان آنقدر قوی است که پشتبانها را هم زیر نظر داره و تک تک این بچه ها را میره دستگیر میکنه، اما از دستگیری چند اسید پاش عاجزن. چرا؟ چون اسید پاشان از اهل بیتن و صاحب بیت که نمیاد اهل بیت رو بگیره. اینها همه از پرورش یافتگان مکتب ولایت فقیه هن، همه از پستان ولایت شیر خوردن، بنابراین کی میخواد بره بگیردشون؟ شما یادتونه که در قتل مرحوم حاجی زاده شاعر و فرزندش وقتی معلوم شد که بسیجی ها این کار رو کردن سراغشون نرفتن، یا پسر و دختری رو که در بیابان کشتن چون بسیجی بودن کارشون نداشتن. الان در قتل های زنجیره آقا مصطفی کاظمی کجاست؟ عکسشون رو در مراسم ختم مادر سردار قاسم سلیمانی دیدیم در کنار آقای علی خانی و در کنار الباقی قاتلان. بنابراین
یا جواد آزاده، اون آدم جنایتکار، امروز در دفتر مقام معظم رهبری است. پس اگر شما جانی باشید، آدمکش باشید، اسید پاش باشید و بند نافتون به دفتر آقا یا به یکی از ارگانهای وابسته به آقا بند نافتون وصل باشه، کاری باتون نمی کنن. حد اکثر بالا بالاش مثل قطعه زنجیره‌ای یه حکمی علیهتون صادر می کنن. اون اصل کاری رم واجبی خورش می کنن. بقیه هم به زندگی ادامه میدن. آقای اکبر خوشکوش که از ولی فقیه یه دونه پاساژ جایزه گرفت برای کشتن فرخزاد، حالا دو تا پاساژ داره و ماشین مرسدس رو نو کرده. این اسید پاشان هم حکایتشون همینه، عین متجاوزان به بانوان محترم در اون عروسی در اصفهان. اینها هم ککشون نمیگزه، کاری نمیکنن، دست بالا هم میگن آقا ما امر به معروف و نهی از منکر کردیم. حضرت آیت الله ناصر ابوالمکارم شیرازی، شکرفروش معروف، ایشون هم به ما جواز داده بود. همینطور حضرت آیت الله جنتی، حضرت آیت الله مصباح یزدی، و ما به وظیفه شرعی عمل کردیم. بله آقای سازگارا، ببینید جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه، اون ونام که همیشه طولانی است در جمهوری اسلامی، ایشون آمده گفته یک بابایی به اسم حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی، گفته قرآن منهای ولایت فقیه طالبان ساز است. بله. یعنی تا الان که ما ولی فقیه نداشتیم، آنچه که ساخته شدن طالبان بودن، یعنی پیش از آقای خامنه ای یا خمینی. این یک. دو، مسئله اینه چه کاری کردن که طالبان نکرده، همین ولی فقیه و پیروانش، و بعدن این دستگاه امنیتی مگه دولت پول بگیره؟ مردم نیست، از سفره مردم نمیخورن، حالا اونو که میدوزن به جای خود، مگه وظیفه ندارن امنیت مردم رو برقرار کنن آقای سازگارا؟ و به خصوص این دولت آقای روحانی که اینقدر اول انتخابات راجع به زنان و حقوق زنان و مساوی بودن زنان و این شاخون، مثل همیشه مثل بقیه ملایان و حکومتی. خانم نرگس محمدی که 6 ساعت هم بازداشتش کردن، بازجوییش کردن و نامه خیلی خوبی به آقای روحانی نوشته بود و سرکوب جامعه مدنی رو مطرح کرده بود، همین سوال رو ایشون هم از آقای روحانی کرده بود که آقا چرا به جای اسید پاشا معترضین به این جنایت تحت تعقیب دارن قرار میگیرن؟ دانشجویان دانشگاه علامه، خواجه نصیر، قزوین و چندین دانشگاه دیگه تا اینجای کار که من دیدم تجمعهای اعتراضی گذاشتند که چرا اسید پاشا ول میگردند و فقط معترضین رو دستگیر میکنید. واقعیت این است که آقای چالنگی، در خصوص اون بخش سوال شما که آیا حکومت وظیفه داره که به درد مردم برسه و پول از مردم میگیره، باید امنیت مردم رو تأمین بکنه، ظاهرا حضرات آقای فرمانده پلیس گفته بودن 318 مورد ما اسید پاشی داشتیم، حالا سر چند مورد اصفهان شلوغش کردن. حضرات ظاهرا از مردم طلبکارن، حکومت وکیل مردم نیست در نظام ولایت فقیه که وظیفه خودش بدون نوکر مردم باشه، خودش رو آقای مردم میدونه، خودش رو صاحب مردم میدونه. تعریفی که آقایون از ولایت و ولایت فقیه میکنن در واقع قدرتشون رو از مردم نمیگیرن، از جای دیگه ای میارن. این آقایی هم که گفتید، آقای حاج صادقی یا دیگرانی که دست به غلطهای زیادی میزنن، در واقع نمونه کامل اون چیزی هستن که آقای خمینی یه موقعی میگفت آخوندهای درباری باید به ایشون از قبر در آورد و گفت که تمام این حکومت را از صدر تا ذیل تبدیل شده به یک عده آخوندهای درباری که نون پول میگیرند و دین رو وارونه میکنند به مذاق حکومت و حاکم خوش بیاد. به امثال ایشون باید گفت به این ترتیب اگر حتی این ولایت منظورشون ولایت ائمه هم باشه، اون وقت باید مفسرین بزرگ تاریخ اسلام مثل طبری، جارالله زمخشری و دیگران رو ایشون منها کنه و
یک بخش بزرگی از فرهنگ اسلامی رو باید به این ترتیب بگه دستگاه طالبان ساز. به هر حال آقای چالنگی، من فکر میکنم جامعه ما به یک معنی شاید بیش از همه چیز از این زاویه‌ای که روحانیون یک عده بزن بهادر و آدم کش دورشون دارن شبیه دوره قاجاریه شده. آقای حامد الگار کتابی داره به نام دین و دولت که رساله دکتراشه، به فارسی هم ترجمه شده. این کتاب در دهه اول انقلاب به دستور شخص آقای خمینی که به آقای خاتمی دستور داد توقیف شد، به دلیل اینکه در صفحاتی از این کتاب آقای الگار به خوبی نشون داده که آقا نجفی در اصفهان به موازات ذل السلطان پسر ناصرالدین شاه یه دربار هم در مسجد شاه داشت. لوتی ها دورش بودن، مردم رو میگرفتن، میزدن، میآوردن، میکشتن حتی، و کسی هم جلودارش نبود. همون کیفیت تکرار شده. آقایون امام جمعه اصفهان، اصفهان این بار هم در اصفهانه، در واقع خیلی ها معتقدن سر این پاشی بیت ایشونه. یک عده لات و چاقوکش و این هیئت های عزاداری رو شما نگاه کنید چجوری اختیارداری میکنن برای مردم. این مداهای لاتی که اسلحه میکشن توی اتوبان، اینا همون کیفیت، فقط مکانیزه تر، وحشیتر و آدم کشتر از دوره قاجاریه شده. به دوره قاجاری آقای سازگارا که اشاره کردن، خود ایشون اشاره‌ای داشتن راجع به آقای نجفی یا آقا نجفی در اصفهان، و اما در تمام طول دوران قاجاریه و در زمان احمدشاه نیز نفوذ روحانیت و ملایان در اونجا بسیار زیاد بوده. دو بخش از ایران اگر از ایران جدا شد طی قراردادهای بسیار شرم‌آور ترکمنچای و گلستان، چون میدونیم این جنگ ها به توصیه روحانیت شیعه بوده، ملا سعید نامی و کسان دیگری که توصیه کردن به فتلیشا، و این جنگ ها به راه افتاد. دربار قاجار همچون دربار سلطان حسین زیر نفوذ روحانیونی همچون مجلسی و بقیه بودند و تا به امروز که هستند، امثال آقای خامنه‌ای و بقیه. و اما در همین دربار آقای خامنه‌ای، آقای نوری‌زاده، فسادی رو که میبینیم در حتی دوره قاجار به این ابعاد وجود نداشت. یعنی شما میلیاردها دلار حتی به طور نسبی وجود نداشت نسبت به درآمد اون مملکت، هر چه که بود، هر نظامی که بود. این میلیاردها دلار اسید پاشا که دستگیر نمیشه، این دزدان میلیارد دلاری چرا خبری نیست؟ پروندهشون مسکوت مونده. بعد چند روز پیش شما مطمئنم دیدید یا احتمالاً که در تلویزیون جمهوری اسلامی 4 نفر رو که از سر ناچاری دست به دزدی زدن، یا هرچی اصلا دزد بودن، از سر ناچاری هم نه، دزدان خورده پا، با قل و زنجیر چنان به نمایش گذاشته بودن که انگار همین 4 نفر هستن در ولایت فقیه. چرا خبری نیست زنجیری بقیه؟ چرا؟ اولا یه انیمیشنی امروز من تو برنامه هم پخش کردم، داستان همین 4 نفر و اینکه نیروهای انتظامی چقدر بیدارن و واقعا دیدنیست و اسباب مسحکه. اونجا که فرمودید راجع به طالبان، از بیدید من یه نکته ای رو بگم. تفاوت رژیم ولایت فقیه با طالبان و با القاعده و با بغدادی، داعش، بقیه در اینه، اونا در جهلشون صادقن، یعنی حداقل سر که میبرن، سر میبرن، فیلمش هم میگیرن، میگن اینم اسلامه، دیگه ادا در نمیارن. جمهوری ولایت فقیه فرق میکنه، لباس شیک میپوشه، عطر میزنه، بعد سر میبره، روحانی رو میفرسته جلو، اما اون پشت سنگسار میکنه، اسید میپاشه. رژیم ولایت فقیه حقباز هم هست، شارلاتان هم هست، حداقل آدم میگه بن لادن شارلاتان نبود، آدمکش بود، قاتل بود، ولی شارلاتان نبود. یه چیزی نمیگفت، میگفت میخواد برجا رو بزنه، رسما ویدیوشو میگرفته، اون بچه‌ها رو هم صدا می. اینا کنیسه یهودی‌ها رو تو آرژانتین منفجر میکنن، عواملشون هم دستگیر میشن، بعد زیرش میزنن، سر دکتر بختیار رو میبرن، یکیشون هم دستگیر میشه میره زندان، بعد که میاد تهران آقای قشقاوی گل میندازه گردنش معاون وزارت خارجه. ببینید ما با یه رژیم حقباز روبرویم. بن لادن آدم کشه، البغدادی جنایتکار
کثیفی است، ولی صداقت دارن، در جنایتشون هم صادق‌تر از اینان. اینا جنایت میکنن، میگن کی بود کی بود، من نبودم، اسید میپاشن، بعد این اداها و مسخره بازی ها رو در میارن. بزرگترین فاسد ایران محسنی اژه‌ایه و ایشون معاون قوه قضایی است. بزرگترین جنایتکار ایران آقای مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری. دفتر مقام معظم هم که خدا میدونه. یه چیزی براتون بگم آقای چالنگی عزیزم، اطلاعاتی من به دستم اومد، مالکی که اخیرا رفت تهران، نوری المالکی، درست اگه دقت کنید زمانی که فؤاد معصوم رفت به عربستان رئیس جمهوری عراق، مالکی رو اینا آوردن ایران که دستی به سر و گوشش بکشن، بگن اون فؤاد معصوم هیچ کار است، ما مالکی جانمون رو داریم. آقای مالکی در تهران در قم رفت آقای حائری رو دید، با آقای محمود الهاشمی رئیس اولین رئیس مجلس اعلا که بعداً لقب شاهرودی گرفت و رئیس قوه قضاییه شد ملاقات کرد، و همزمان عصائب اهل حق فرماندهانشون اومدن با این دو تن حائری و شاهرودی ملاقات کردن و اعلام کردن که آمریکایی‌ها رو غیر از کارمندان سفارت میکشن چون از مرجعشون فتوا گرفتن، یعنی از شاهرودی. حالا اینو میخوام خدمتتون بگم، این شاهرودی یک امپراتوری دزدی فساد راه انداخته. نقشه آقای خامنه ای هم اینه، اینو بیارم بزنن رئیس مجلس خبرگان، بعدم آقا سرش رو که زمین گذاشت این بشه ولی فقیه، مشتبه هم بشه ولیعهدش، چون سن مشتبه قد نمیده. این طرحو دارم میریزم برای این منظور. آقا داره از قدرت سپاه کم میکنه، به بسیج میافزاید، عصائب اهل حق عراقی رو وارد بازی کرده آقای شاهرودی. این کارو که دارن میکنن، این نکته به نظر من بسیار مهمه. سپاه پاسداران که مافیاشو داشت، قدرت دستش همه بود، به خصوص کادرهای قدیمی سپاه بسیار آزردن، چون آقای خامنه‌ای اومده دونه دونه داره شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی اینا رو میگیره، و به استناد اینه که این مؤسسات قبلا مصادره شدن، زمیمه میکنه به ستاد اجرایی فرمان امام. یعنی امپراتوری ولی فقیه، امپراتوری مالیش داره سر میزنه به امپراتوری بیل گیتس. یعنی میفرمایید آقای نوری‌زاده که این به توقع پیگیری پرونده های فساد مالی از این حکومت زیاد توقع منطقی نیست؟ اصلا آقای چالنگی عزیزم، کی میخواد کیو بگیره؟ محسنی اژه‌ای میخواد دستگیر کنه، بابک زنجانی رو الان توی زندان میگوین یک سوم از ثروتش و پول هرچی دزدیشو آقای اژه‌ای گرفته، با اون علی آقای رانندش که کتک میزنه و شکنجه میده، کی میخواد بگیره؟ آقای صادق لاریجانی خودش ام الفساده، هر کدوم رئیسی فاسدتر از اونای دیگه. هر کدوم از اینا رو شما نگاه کنید، فاسد، یک امپراتوری فساد رو اداره میکنن. مقام معظم رهبری هم دلش خوشه که هواپیما آرکیو 170 ساختن با کمک زیمنس آلمان، کارشناسای زیمنس که میلیون ها پول گرفتن. اینم حکایت مقام معظم رهبری و مبارزه با فساد. اینم حکایت مقام معظم رهبری آقای سازگارا و یکی از کارگزاران بسیار با سابقه رهبری که اکبر ترکان باشه. ایشون آمده گفته راجب این هواپیما صحبت کردن، جز در پخت آبگوشت و قرمه سبزی در هیچ صنعتی برتری نداریم. حقیقتی است، اما چه شده که از زبان آقای ترکان بیان میشه؟ علی‌رغم این همه صحبتایی که میشه، این پهپادی که ساختن، گفتن که دیگه اصلا آمریکایی‌ها سکته کردن، سکته دوم، یکی از اینا سکته ناقصش کامل شد. آقای سازگار، والا ظاهرا ساخت این پهپاد به روش مهندسی معکوس که شما قطعاتو باز میکنید دونه دونه میسازید و سرهم میکنید، از قراری که آقای حاجی زاده رئیس هوافضای سپاه گفته بود، گفته تکمیل شده و به پرواز هم درآوردن و ایشون البته وعده کرده فیلمش رو به زودی نشون میدن. اما مسئله در مورد پهپاد و یا این هواپیماهای بدون سرنشین ساختن و پرواز درآوردن یک هواپیمای بدون سرنشین کار دشواری نیست آقای چالنگی. مدت هاست خود ایران هم میکنه این کارو. اونچه که
این هواپیمای خاص امریکایی رو ممتاز میکنه تکنولوژی رادار گریز اونه، اون استلت به اصطلاح، اون چیزی که فقط هم امریکایی ها دارن. دیروز سخنگوی پنتاگون ابراز نظر کرده بود خیلی سفت و تند و تیز که مطمئنه که ایرانی ها و هیچ کسی دیگه نمیتونه این تکنولوژی رادار گریز اون رو تقلید بکنه و یا بسازه. من نمیدونم چطور آوردن پایین. میگن مدعی از حکومت ایران که یک پهپاد آمریکایی رو آوردن پایین. اونا برای اینکه از طریق به اصطلاح وقتی پرواز میکنن از پایگاهشون با ماهواره برد الکترونیکی دارن که مثل کاری که شما در نویگیتور ماشینتون میکنه هدایتش میکنه، چون روی ایران ظاهرا از این نوع هواپیما بیش از 100 عددش در حال پروازه دائما و برای کارهای جاسوسی و اندازه‌گیری و به خصوص دنبال سلاح‌های شیمیایی و هسته‌ای و غیره می‌گردند. دوربین‌های قوی دارن و سایر وسایلی که ارزیابی می‌کنه. ظاهرا دو تا نظر هست تا جای پایین آوردن این. یکی این که خود این اختلال پیدا کرده در ارتباطش با ماهواره و دستورالعمل اینا این است که بلافاصله باید برگردن به پایگاهشون و اون اختلال ایجاد کرده، خودش با اختلال نشسته. یکی این که نه، نیروهای ایران اختلال توی سیگنال های ماهوارش ایجاد کردن و با این کار توانستند که ارتباطش رو با ماهوارش قطع کنن و بعد بنشوننش. نمیدونم اینها به هر حال بعد بعدن احتمالاً روشن خواهد شد. به هر حال اگر ایرانی ها نشونده باشن یه کار الکترونیک خوبی کردن، قوی کردن که تونستن بشوننش، ولی ساختش به هر حال الان باز محل اختلافه. ولی واقعاً حالا من اصلا به این کاری ندارم. آقای ترکان هم زبان خیلی تیز و تندی در جمع خودروسازا به کار برده و خواستم بگه که ما فقط در هیچ صنعتی مزیت و برتری نسبی در دنیا نداریم، صنایعمون قابل صدور نیست. البته این هم به نظر من کمی اغراقه. ما در پاره بخشای صنایع غذایی یا صنایع خانگی و غیره حداقل در حد بازارهای منطقه‌ای امکان صدور داریم و مزیت بدی هم نداریم، به خصوص صنایع جنبی معدن، یعنی فراوری محصولات معدنی مثل فرض کنید صنایع جنبی مس در کرمان که می تواند شمش مس رو به انواع فرآورده های مسی تبدیل کنه. ما اینجاها اتفاقا مزیت نسبی داریم، میتونیم هم در دنیا رقابت کنیم. من با حرف های ترکان موافق نیستم، ولی نه حرفشون مهم نیست، حرف این حرف چند از واقعیت رو بازتاب میده بحثه. اما چرا آقای ترکان خودشون از ارکان این حکومت بوده؟ من میخوام به این برسیم که چه اتفاقی اون پشت داره میفته که آقای ترکان هم در این زمینه صداش در اومده. حالا یه چیزی رو صادر میکنیم، ولی آفتابه رو که از ارکان تولیدی حوزویست ما از چین وارد میکنیم بسیار زیاد. بفرمایید. بعد والا نمیدونم حالا انگیزه آقای ترکان از بیان این موضوع چی هست و به قول شما حالا چرا یک چنین چیزی گفته، با توجه به اینکه ایشون یک دوره رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هم بودند، صنایع دفاع هم بودند و دست کم از بخش از پتانسیل های صنعتی کشور اطلاع دارند. اما من فکر میکنم آقای چالنگی این مجموعه ای که حالا نمیدونم پهپاد بسازن اینا، واقعا آدم رو یاد اون گندگویی های شوروی میندازه که تازه شوروی بود، یعنی نصف دنیا رو هم خورده بود و میراث بر روسیه تزاری بود که خودش یک پای قدرت اروپا بود و آخرش اون مسابقه های علمی و اون جنجال های تبلیغاتی که روس ها میکردن، امروز موشک هوا کردیم، فردا از آمریکا جلو افتادیم، این پیشرفت علمی اون پیشرفت علمی، دیدیم تبل توخالی در اومد و الان شما از اقتصاد روسیه که میراث بر شوروی است نفت رو بگیرید، اندازه اقتصادش اندازه اقتصاد کشور هلنده، یعنی بادش خابید و معلوم شد یه مش تبلیغ و این چیزا بود. حالا اون که به قول مارکس که از قول هگل نقل میکنه اون
تراژدی تاریخی بود، این حرفای آقایون تکرارش به شکل کمدیه، یعنی کاریکاتور اون حرفاست. آخر به چه درد مردم میخوره؟ میلیون ها دلار، میلیارد ها دلار هزینه میکنن در ساخت سلاح، اختراع کردن چیزایی که تو دنیا هست، تجهیزاتی که به کار نون آب مردم نمیخوره و اون وقت در امر آب مردم، نون مردم، زندگی روزمره مردم و ساده ترین نیازها، هوای مردم باید همه درد کنن و فقر و فاقه بیداد بکنن. آقای نورزاده، در همین زمینه سخنی هست میشنویم حتما، این اختلافات آیا نشونه ای از اختلافات در درون حاکمیت نیست یا گسترش اختلافات آنچه که آقای اکبر ترکان از ارکان حکومت ایران پس از انقلاب امروزه میگه؟ شما آقای چالنگی، اگر حرفای آقای ترکان و شماری دیگر از وزرا رو و مسئولان رو کنار هم دیگه بگذارید، یه طرف هم حرفای آقای خامنه‌ای و دار و دستش، این حرفا رو نگاه کنید، هیچ گروه اپوزیسیونی به این اندازه این رژیم رو افشا نکرده که همین حرفا میکنه، همین حرفی که آقای ترکان زده یا نمونه های دیگری که وزیر نفت ایران آقای زنگلی میاد میگه آقا اومدم مبارزه کنم با فساد، منتها ببخشید دستایی از من قوی تر است نمیذاره. یعنی کی؟ دفتر آقای معظم رهبری. شما ببینید یه دعوایی بین آقای محمدی گلپایگانی و آقای معزی در گرفت که این دعوا به جاهای خطرناک رسید، افراد همو تصفیه بکنن. آخر آقای معزی اومد لندن، آقای خامنه‌ای صداشون زد یکیتون باید برید. آقای معزی اومد لندن 7-8 سال نماینده ولی فقیه بود، داره دوباره برگشته. دعوا بین اینا در حد وحشتناک هست، یعنی ریشه همو میزنن. الان مسئله هاشمی رفسنجانی، ریاست خبرگان، هاشمی شاهرودی و بقیه، جنگ به معنای حقیقی کلمه است، جنگ به معنای واقعی. هاشمی چند روز قبل انتقاد کرده بود آقا این عمر کشون و عید عمر و این کارا زشته، توهین به اهل سنت، و نتیجهش داعش میشه، پوستش رو دارن میکنن، سایت اهل بیت رو نمیدونم، القدیر و دستگاه مربوط به رهبری. میخوام بگم جنگ واقعی است. اما یه نکته رو من خدمتون بگم آقای چالنگی که این به نظر من بسیار قابل تأمله. ببینید آقای روحانی اومد با یک وعده های بسیار زیبایی در پیچیده در شال بنفش، از روزی که آمده یک وعده اصلیش که همانا حل مسئله اتمی بود، پرونده اتمی، تا امروز کش پیدا کرده، تا امروز کش پیدا کرده. هنوزم معلوم نیست 24 این قرارداد امضا بشه یا نشه، یا تمدید بشه یا ناقص امضا بشه. در سایر زمینه ها ما شاهد عقب نشینی هستیم، همه جا آقای روحانی داره عقب می نشینه. آقا 4 وزیر علوم 3 رد شدن، 4 هم آقای آشنی همچی شانس زیادی نداره. اگر ایشون هم رد بکنن پشتش آقای علی جنتی رو میکشن به استیزا. این رئیس جمهوری که آقای روحانی که ادعا میکنه 18 میلیون رأی داره، منتخب مردم، آقا بلند شو یه بار اراده کن، حرف بزن. چرا انقدر آدمای جبون و ضعیفی هستی؟ اینه آقای نورزاده، این توقع از آقای روحانی بر اساس وعده هایی است که داده یا اینکه سابقه عملش در گذشته چون این توقعی رو ایجاد میکنه؟ ببینید آقای، یعنی من براتون عرض میکنم، آدم ها در برابر لحظات تاریخی گاهی اوقات از خودشون جربوزه نشون میدن که خب آدم باورش نمیشه این آدم همو بود. من هیچ وقت نطق مرحوم پزشکپور رو روزی که شاه از ایران خارج میشد از یاد نمیبرم. با اون لحن بغضدار گریه آلود گفت کدام چوپان گلش رو رها میکنه به دست گرگ و میره. یا نمایندگان دیگه، آقای مذهلی، دیگران بودن در همون مجلسی که میگفتن مجلس رستاخیزی، حرفای مردم رو بیان کردن. پس در یه لحظه تاریخی انسان میتونه، ما مجلس ششم هم در این رژیم دیدیم. من معذرت میخوام اینجا حرف شما رو من با یک پرانتز قطع میکنم، ما داریم اولا بحث به یه جای دیگه میریم. شما کاملا درست میگین، انسان ها در شرایط مختلف تغییر میکنه، اما در عرصه سیاست هست که انسان ها باز هم در اونجا ممکنه موازهشون متغیر باشه. اما
یک نکته هست بدونی که من بخوام اهانتی کرده باشم، فقط پرسش هست. بخش بزرگی از روحانیت حاکم در ایران، اینها سابقه نشون داده بر اساس نیازهایی که دارن برای پیشبرد هدفشون به هر رنگی در میان، از خود آقای خمینی گرفته تا بسیاری در تاریخ. یه خصلت دیگری اضافه بر بقیه دارن، بله هیچ بحثی نیست، بسیاری هستن کسانی بودن که طرفدار هیتلر بودن، در میانه راه ضد هیتلر شدن، یه عده‌ای در خود ایران چنین. اما شما هیچ کس بهتر از خود آقای خمینی حرفای راجع به آزادی، برابری، عدالت اینا نزد. برای که دروغگو بود آقای خامنه‌ای رو ما داریم. چه آقای خامنه‌ای هم دروغگو بود. آقای روحانی هم ببینید مسیر تمام این روحانیت حاکم هست. اصلا روحانیت هم اصلا گوشه نشستن به کار خودشون مشغول هستن، دستی هم در حکومت ندارن. شما آقای ناصر، بسیاری از آقایون شاگرد آقای شریعت مداری بودن، از جمله آقای مکارم شیرازی. ببینید آقای چالنگی، اینا روحانی نیستن، اینا یه مش آدم تاجر دکاندارن که از دین دارن استفاده میکنن. من الان به شما میگم خدا شاهده اگر در تمام قوم 6 تا آدم نماز واقعی بخونه، اینا همشون دینشون رو فروختن، شرفشون و وجدانشون. شما میکنید ناصر مکارم شیرازی که ما در مکتب اسلام میشناختیم با این شکرفروش یکیه. من حرف شما رو کاملا میفهمم. من میگم آقای وحید خراسانی که برای نشان دادن عکس حضرت عباس ریش میکنه اما میزنه زمین، چطور به بچه های مردم تجاوز کردن که عریضکی چی نگفت؟ چرا سر اسید پاشایی چی نمیگه؟ منم با شما موافقم. اما آقای روحانی علاوه بر اینکه امام سرشه، یه مقام سیاسی اجرایی داره. آدم وقتی دید در مقام سیاسی اجرایی هیچ کار نمیتونه بکنه، چرا باید ملت رو 2.5 سال دیگه علاف کرد؟ برای چی؟ برای چه کاری؟ به خاطر اینکه یه عده وزیر باشن، وکیل باشن، آقای روحانی هم بگن پرزیدنت سالی یه بار بره نیویورک؟ نه. اگر انسان شرافت داشته باشه، وجدان انسانی در وجودش باشه، میاد و فریاد میزنه آقا من اومدم نتونستم، میخوام این ذره آبروم رو حفظ کنم. اعلام کن به مردم، هیچ اتفاقی نمیفته، نه اعدامت میکنن نه میکشنت، چون اینقدر الغاهات با ولی فقیه وصیه بهت کار ندارن. ولی یه بار از خودت یه جو مردانگی و اراده نشون بده. آقای احساسگار، بحث ما به جای دیگه رسیدیم، این بحث موضوع دیگه هم مونده، حتما ادامه خواهیم داد. اما آیا همه مشکلات از همین جا نیست که اتفاقا آقای روحانی علاوه بر روحانی بودنشون یا هر کس دیگه در جای نشستن که نباید نشسته باشن؟ یعنی روحانیت در مقام حکومت، در مقام دولت، در مقام دخالت و حضور مردمان روحانی، حالا اهم از هر نوع روحانی است، سنی، شیعه، یهودی، مسلمان، زرتشتی، هر کس، آیا همه مشکلات از اینجا نیست در این دوره پس از انقلاب در ایران؟ اگر مراد تحصیلات یه نفر، فرض کنید تحصیلاتش علوم دینی است، یا حالا آقای روحانی که تحصیلات حقوقی هم کرده و اومده در رأس دولت نشسته، اگر بگیم تحصیلات یا سوابقشون برای کار اگر روحانی باشه، از این حیث به نظر من تفاوتی نداره. یه کسی میتونه وارد سیاست بشه با تحصیلات اقتصادی یا حقوقی یا ولی اون بحثی نیست یا غیره، ولی از اونجایی کار اشکال پیدا میکنه که یک کسی وقتی کسوت روحانیت داره، تحصیلات علوم دینی داره، این رو بخواد استفاده کنه و در واقع تافته جدا بافته‌ای باشه که از نهاد دین و قدرت دین بخواهد در اداره کشور کمک بگیره و در واقع به این ترتیب پاسخگوی مردم نباشه. این همون اساسی است که در واقع پای دین رو باید از حکومت و حکومت یگان پایه
مشروعیتش رأی مردم باشه و در نتیجه به رأی مردم هم پاسخگو باشه، نه اینکه مثل آقای خامنه ای وقتی که پدر مملکت رو درآورده اون وقت بره پشت خدا و پیغمبر و جانشینی امام زمان قایم بشه و به هیچ کس پاسخگو نباشه. در واقع سکولاریزم که یا عرفی شدن دین، جهانی شدن این، دنیایی شدن حکومت، عقلی شدن حکومت، اگر این تعابیر رو برای سکولاریزم بگذاریم، حکومت رو از امور عقلی بدونیم به قول معتزله و نه از امور دینی و احکام دینی، اون وقت حکومت قابل حساب کشی میشه و امثال آقای روحانی یا آقای خامنه یا دیگران اگر مملکت رو به افلاس میندازن، وظیفه‌شون میشه به مردم پاسخ بدن، نه اینکه طلبکار مردم هم باشن و منت سر مردم بگذارن که ما تازه داریم چون نمایندگی خدا رو میکنیم صبح تا شب هم باید به ما سجده بکنیم. این اون اشکالی است که پیدا شده. به هر صورت من هم فکر میکنم آقای روحانی وقتی هفته گذشته دیدم ایشون برگشته میگه که بعد از شکست مذاکرات در مسقط که به احتمال زیاد ماجرا یک کلیاتی رو اعلام میکنن توافق و میرن به جزئیات، 3 ماه دیگه دست کم تا ماه مارچ تمدید خواهد شد، آقای روحانی برگشته میگه که تحریم ها سلاح زنگ زده است، افتاده به رای که احمدی نژاد افتاده بود. بله یعنی... حالا آقای سازگاره به این بخش اتمی حتما خواهیم رسید. بحث من همین بود. درسته، یعنی کسی که ممکنه تحصیلات دینی داشته باشه، بعدم در یک حزبی باشه، بیاد انتخاب بشه، رئیس دولتی بشه، جای دیگه، بس من نه حسن روحانی، شیخ حسن روحانی که دین، نماینده دین، حکومت دینی هست در سیاست، کما اینکه در عرصه اروپا یا نزدیکی های اروپا در قبرس اسقف ماکاریوس مدت ها بر سر کار بود با لباس اسقفی، اما دور از حکومت کلیسا دولتی داشت برای خودش. و حتی در خاورمیانه کسانی مثل آقای اسحاق شامیر کارشناس، در ضمن کارشناس ادیان هم بود ایشون و حتی اسلام شناس بسیار درجه یکی بود، اسحاق شامیر نخست وزیر وقت اسرائیل و از زمینی سازان هرچند حزب لیکود صلح کمپ دیوید میانه مصر و اسرائیل. بر پی خواهیم گرفت، ادامه خواهیم داد تفسیر خبر رو تا لحظاتی دیگر با شما عزیزان خواهیم. خب من این کاریکاتور رو برای بینندگان نشون میدم درباره برنامه اتمی، مذاکرات اتمی، کاریکاتوری است در شماره امروز روزنامه از شرق الاوسط چاپ شده. از پله بالا میرن، سرسره میان پایین، همین دایره وسطی که بارها بهش اشاره کردیم. آقای نورزاده قطعا میدونم که این کاریکاتور رو دیدن، زودتر از من در لندن صبح شده و روزنامه رو همون اول صبح دیده. آقای نوریزاده، آیا چنینه واقعا این مذاکرات اتمی همینه که در این کاریکاتور اومدید و ما هم بارها صحبت کردیم؟ دلبر جانان من برده دل و جان من، برده دل و جان من، دلبر جانان من، و ادامهش به این شکل دودش آیا همچنان به چشم مردم ایران میره یا خیر کسانی هم در این وسط آسیب میبینن؟ از جمله شما بفرمایید. بله جناب چالنگی، من یه پرانتز باز کنم این بحث روحانیت و سیاست. ببینید هیچ مجموعه از روحانیتی مثل این مجموعه حاکم در فساد و آلودگی و سوء استفاده از دین در ایران وجود نداشته، غیر از همون یکی دو سه مورد دوران صفویه. آیت الله کاشانی آمد در سیاست مداخله کرد، رئیس مجلس هم شد. روزی که فدایان اسلام اومدن گفتن مشروب فروشی ها رو به بندی رو نبودم، اینا زد تو دهن نواب صفوی و گفت صدا تو ببر توی مملکت، ارمنی از خارجی هم هست. سید حسن مدرس پیشنهاد کردن مجلس، پیش مجلس شورای اسلامی، گفت نه باید ملی باشه، فردا هر قانون مزخرفی به اسم اسلام تموم میشه. اینا میخوام بگم مردانی بودن، عیاد جمال الدین نماینده مجلس
عراق بود و روحانی هم بود. گفت من وقتی میرم تو مجلس قرآن رو میذارم بیرون، روح القوانین مونتسکیو رو میبرم. منظورم اینه اون لباس فقط مطرح نیست، اون چه در ذهن است مطرح. در مورد مذاکرات آقای چالنگی، ببینید شما اگر هدف و نیتتون توأم با صداقت باشه، اولا 14 سال دروغ نمیگین، این یکی. چرا دروغ گفتین؟ چرا برنامه اتمی رو قایم کردین؟ زمان شاه بود، علنی ایران با آمریکا، فرانسه، زیمنس آلمان همکاری میکرد. چرا یواشکی؟ اگر شما ریگی به کفش نداشتید، از همون روز اول با آژانس همکاری میکردید، نه اینکه دونه دونه کشف بشه که در فلانجا مرکز دارین، در فلانجا برنامه غنی سازی دارین، در فلانجا دارید در بندر عباس اورانیوم میاریم بیرون. غرض اینه چون دروغ گفتن. الانم ببینید نه آقای خامنه‌ای میخواد برنامه اتمی نظامیش رو تعطیل کنه، نه هدف اینا اینه. آقای خامنه‌ای یک رویا داره، حالا پهباد درست کردن کپی آمریکای آرکیو 170، ایشون بمب اتمی میخواد. قبلا هم گفته بود به کره شمالی بدبخت نگاه کنید، گرسنه، چون بمب اتمی داره آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. این آرزوی آقای خامنه‌ایه. بنده با قاطعیت هم بهتون میگم الان توی تأسیسات زیرزمینی در سمنان، در خراسان، در فارس، اینا مشغول برنامه‌شون هستن. حالا امریکا تمام تلاشش اینه که اگر روزی اینا خواستن برنامه اتمی نظامی انجام بدن، حداقل یک سال وقت بخوان تا بمب رو درست کنن که آمریکا بتونه اون کارهای لازم رو انجام بده. هدف آقای اوباما این نیست که در پایان رژیم جمهوری اسلامی سوگند بخوره، قرآن مهر کنه و به سوگند و قرآنش وفادار باشه. اوباما میدونه اینا امروز یه چیزی میگن، فردا دروغ مصلحت‌آمیز میشه، تقیه میشه، عوض میکنه. مذاکرات هم الان همینطور شده. در دور اول که به اون در واقع توافقنامه موقت منجر شد، چارچوب همه چی روشن شده بود. یه دفعه آقای خامنه ای زد زیرش اون حرفایی رو که مطرح کرد که البته اسباب تمسخر بود، ولی دنیا فقط اسباب تمسخرش نیست، اینو در معنا جدی هم میگیره. میگه این آدم دنبال این کاره که داره میگه، صحبت از 100,000 سانتریفیوژ بیشتر میکنه. الان مشکلی که اینا دارن، یکی بر سر تعداد سانتریفیوژ هاست که باید خیلی مشخص روشن بشه، پیوستن ایران به NPT و بعد از جانب جمهوری اسلامی لغو تحریم ها. لغو تحریم ها هم اینجوری صورت نمیگیره، 3-4 سال کار داره. بنابراین میخوام بگم این که شما میگید درسته، همین سرسره بازی پله بالا، همین که حبیب کشیده، از پله بالا رفتن و از سرسره اومدن و دوباره رفتن، 5-7 سال دنیا رو مسخره کردن اینا. این چه بازیه اینا دارن میکنن؟ بعد آقای خامنه‌ای فکر کرد سر داعش هم میتونه اینجا امتیاز بگیره. نه، نمیتونه، چون الان دیگه آقای اوباما اکثریت نداره، اکثریت دست جمهوری خواست در کنگره. و تفسیر شما رو میشنویم آقای سازگاره، من نامه‌ای که آقای اوباما فرستاد. والا من فکر میکنم آقای اوباما بسیار بسیار مشاورین خام و نپخته‌ای داره، تا حدی که حتی داد وزیر دفاع تازه کار خودش مثل آقای چاک هیگل رو هم در آورده و سایر کارگزاران تکنوکرات حکومت در واشنگتن رو. روزنامه واشنگتن پست یک مقاله چاپ کرده بود راجع به خانم ولری جرت، مشاور بسیار بسیار نزدیک آقای اوباما که 20 ساله با ایشونه. ایشون در بیمارستان نمازی شیراز به دنیا اومده، تا 8 سالگی در ایران بوده، علاقه خاصی هم به ایران داره و بنا به نوشته واشنگتن پست تقریبا همه مسائل رو آقای اوباما با این خانم مشورت میکنه، از جمله مسائل ایران. و امثال این خانم به نظر من در سیاست ایران بسیار بسیار خامدست هستن، یعنی آمدن به آقای اوباما گفتن نامه به آقای خامنه‌ای بنویس، او رهبر همه کارا دستشه، با او توافق کنی مشکل حل میشه، بدون اینکه بدانند. و آقای اوباما این نامه افتضاح رو نوشته که نیویورک تایمز بخشای دیگه ایشو بعد از وال استریت افشا کرده بود که
در این نامه آقای اوباما به آقای خامنه ای اطمینان داده که ما در سوریه به اسد رو نمیخوایم برداریم، ما علیه داعش کار میکنیم، اسد رو به شما اطمینان میدیم دست نمیزنیم. و چیزی که خب الان به شدت در واشنگتن زیر ضرب قرار گرفته، غافل از این که ببینید در ایران در دوره آقای خمینی هم همین بود. درسته که اختیارات رو از مردم سلب میکنن و حکومت استبداد دینی است، ولی مستبد ما، دیکتاتور ما که ولی فقیهه، به دلیل ساختاری که روحانیت شیعه داشته، به دلیل ساختاری که جمهوری اسلامی از روز اول داشته، دیکتاتور بی‌لیاقت و بی‌عرضه است. یعنی نمیتواند تصمیم بگیره. آقای خمینی هم که مکفارلین و مشاور امنیت ملی ریگان آقای هاشمی تا تهران بردش، در آخرین لحظه با فشار یک کسی دیگه زد زیرش، و همین کیفیت الان هم هست. آقای خامنه‌ای موضوع سیاست ورزی در داخل ایران براش این است که بین جناح‌های مختلف قدرت، از سپاه و از بخشی از روحانیون و از بیتش و از اطلاعاتیاب و از مدده‌های عربده‌کش و از لاتای چاقوکش و بسیج و غیره و ستاد اجرایی فرمان هشت‌ماده‌ای و پول و فساد و غیره، دائما بین اینها یه جور تعادل برقرار بکنه و که هر کدوم یه گوشه از تاج و تختش رو براش حفظ بکنه. به همین دلیلم هست که حرف آخر رو نمیتونه بزنه. و این چیزهایی هم که به مذاکرات اتمیشون تصدیق کرد، همون حرفایی بود که زمان جلیلی هم میزد. حاصلش این شد که الان که به بنبست رسیده و آژانس در دو موضوع از پنج موضوع اصلی که باید اظهار نظر میکرد صراحتا گفت من نظر نمیتونم بدم، در نتیجه قرارداد نهایی در کار نیست، الان که آقای چالنگی به این بنبست رسیده و در تهران و واشنگتن، به نظر من در تهران حاصلش این خواهد شد که وضع اقتصادی بدتر میشه، وضعیت آقای روحانی بدتر از این خواهد شد، به شدت زیر ضرب سیاسی قرار میگیره، کسر بودجه وحشتناک با کاهش درآمد نفت هم که قوز بالای قوز شده دولت خواهد داشت. در واشنگتن هم آقای اوباما با کنگره جدید به شدت مشکل خواهد داشت. پیشاپیش آقای منندز و کرک، دو سناتور جمهوری خواه دموکرات، چاقو رو تیز کردن و احتمالاً تشدید تحریم های ایران در دستور قرار خواهد گرفت. بله، حالا این خانم اشاره کردن که مشاور آقای اوباماز در شیراز به دنیا اومده، اما متاسفانه علاوه بر ایشون هستن کسانی که فقط با یک سفر چند روزه به عراق یا مثلا کشوری در منطقه اردن جای برگشتن و کارشناس همه جانبه مسائل خاورمیانه شدن و ادوایزر و مشاور پرزیدنت اوباما و وزارت خارجه، از جمله جان کری و پیش از او هیلاری کلینتون در مورد عراق. نیست آقای نوزاد شما؟ بله، بعضیا بعضیا دیدید، بعضی البته اون چند روز سفرم نکردن، به خصوص در میان خدامون یه دفعه شدن کارشناس منطقه خاورمیانه. من اشاره بکنم که در همین زمینه نامه اوباما به آقای خامنه‌ای، من مطلبی دارم در گویا نیوز که میتونید مراجعه کنید، دیپلماسی بی حاصل، نامه نگاری بین واشنگتن و تهران درباره گزارش وال استریت جورنال و این نامه نگاری که به کجا خواهد رسید. اما آقای نوریزاده عزیز، آقای جان کری در منطقه بوده، در اردن باز با ملک عبدالله دیدار کرده، به طور جداگانه ملک عبدالله و نتانیاهو و به طور جداگانه محمود عباس و ملک عبدالله با جان کری تلاشای انجام میشه. همزمان ما میبینیم که باز حماس به اقداماتی دست زده، به معنی ایران، جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه‌ای همچنان تأکید بر نابودی اسرائیل، راهی رو هم در توییترشون پیشنهاد کرده چطوری اسرائیل رو نابود کنیم در 10 درس. بله، یه فیلم به کجا هست میره این تلاشا؟ یه مجبور. فیلم هست فوق‌العاده آقای چالنگی، حالا نشونش میدیم، داستان نابود کردن اسرائیل توسط سپاه، اونم خیلی جالب. حضور درس کنم، اوضاع بسیار بده در فلسطین و در اسرائیل، بسیار اوضاع بده. بی توجهی آقای نتانیاهو به خواستهای حقه شریکش که
غیر از ابو مازن کسی رو پیدا نمیکنه به این صورت، و دست راستی شدن سیاست اسرائیل، رادیکالیزه شدن به خاطر حضور لیبرمن، به خاطر حضور این لابی روسی و اوکراینی که الان بر اسرائیل مسلط شدن، به طوری که صدای برجستگانی چون آقای یوسی بیلین یا خانم لونی اینا رو نمیشنویم. خانم لونی وزیر دادگستری است، مسئول مذاکرات، ولی هیچ قدرتی نداره. یا آقای شیمون پرز، این مرد وارسته که در جریان صلح با عرفات در کنار رابین به اتفاق عرفات برنده جایزه صلح نوبل شد، از ریاست جمهوری اسرائیل هم رفته کنار، همش صدای تندروی. در نتیجه این طرف هم جوون فلسطینی میزنه به سرش، با ماشین میره میزنه یه ده شهروند بیگناه اسرائیلی رو زیر میگیره، بچه رو میکشه. از اون ور حماس کارشکنیاش به جایی میرسه که ابو مازن در سخنرانیش به مناسبت سالروز شهادت عرفات خیلی به حماس حمله کرد و گفت شما مرد صلح نیستید، 15 نفر از رهبران فتح رو در غزه خوناشون رو بمب گذاشته حماس. منظورم اینه اوضاع، و گفت آقای نورزاده تو که حماس اصلا مانع وحدت ملی بله، فلسطینی هست. کاملا. و الان میگم اوضاع بسیار بده. ابو مازن در سازمان ملل اینو گفت، ملک عبدالله به قدری عصبانیه به خاطر اینکه یک نوعی صدانت بیت المقدس و مسجد اقصا و مسجد عمر و صخره اینا متعلق به اردن بوده، در خاندان سادات هاشمی بوده و دست اینا بود. حالا اینه که حتی سفیرش اردن از اسرائیل فراخواند. آمدن آقای جانکری خیلی موقع مناسبیه، و اگر نتونه جانکری جلوی این تندروی رو بگیره، آقای برقوسی یکی از رهبران فتح که در زندان اسرائیل یه پیامی داده بیرون، آدم نگران میشه. یعنی اگر میدانداری از دست ابو مازن بره بیرون، این طرف هم رادیکال میشن و آرزوی سید علی آقا برآورده میشه که میگه ساحل غربی هم باید مسلح کرد. اینه که امیدوارم آقای جانکری بتونه با اون صبر بسیارش و کلام قانع کنندش آقای نتانیاهو رو از خر شیطون پایین بیاره و آرومش کنه و بگه آب باید حق فلسطینی رو بیاسمیت شد. چرا میرید در بیت المقدس خونه سازی میکنید؟ چرا آزار میدید فلسطینی ها رو؟ راه مسجد اقصا رو میبندید؟ به نظر من اسرائیل باید بپذیره یک شریکی داره در منطقه به نام فلسطین، از اراضی اشغال شده در سال 67 بره به قبل از مرزهای 5 ژوئن 22 کشور عربی مطابق طرح صلح ملک عبدالله پاشا. اینو آقای نوری زاده، اینو آقای حماس همچی تری رو قبول نداره. مهم نیست، مهم حماس نیست. کمتر از نابودی اسرائیل به چیزی اصلا مهم نیست. ببینید آقای چالنگی، اصلا مهم نیست اگر دولت فلسطین تشکیل شد حماس چه غلطی میکنه. مصر هم که راش به روش بسته است، از کجا دیگه میتونه اسلحه بیاره؟ از کجا میتونه نفس بکشه؟ الان مصری ها که اومدن لب مرز دارن یه منطقه شریط حدودی میذارن، میبندن اون تیکه رو، تمام اون تونلا و نقبا رو دارن خراب میکنن. پس حماس در نهایت گزیری، آقای خالد مشعلی آدم پرگماتیکه، گزیری نخواهد جست بپذیره. اگر اسرائیل کمک میکرد به ابو مازن که جلوی ملتش سرفکنده نباشه. بله، به پایان برنامه تفسیر خبر رسیدیم آقای نوری‌زاده. وقتی هم برای سازگاران نمون در پایان ایداده بیداد. ببخشید، دفعه دیگه من کوتاه میام. چشم. در برنامه آینده حتما جبران خواهد شد. به پایان این برنامه تفسیر خبر رسیدیم. با ما در تماس باشید، حتما خبرها، ویدئوها، تصویرها، عکسایی که برای ما میفرستین حتما در برنامه‌های مختلف بازتاب داده خواهد شد. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچار، سند و سبلان، آسماری و الوند، کوکوساران دراک و زاگرس و تابشان، بر فلات ایران زمین روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.